سلام علیکم حال شما خوبین؟ به این آموزش خیلی خوش اومدین که قراره توش درباره ریتچ یا روتوش صورت صحبت کنیم یکی از مهمترین ادیت هایی که هر کسی باید بدونه هر کسی که داره مخصوصا کسی کار زیبایی و نمیدونم کار پوست و کار موژه و نمیتونیم مدل یک مدل رو یک کسی که اومده دارین روش کار انجام بدین رو عکسش رو بذارین بدون اینکه روتوش کرده باشین یا عکس کسایی که میبینید تو اینستاگرام هستن یا این که عکس خیلی خوشگله آرایش خیلی معلومه هر چه قدم کار کرده باشن باز رفتن تو اپلیکیشن های ادیت یه روتوشی رو صورت این کردن و هر خانومی حالا خانوم ها و البته آقایون الان نیاز دارن که اینو بدونن حالا من اومدم بهترین برنامه ای که توی موبایل میتونیم باهاش صورت رو صاف کنید یک مقدار طبیعی حالا اگر صورتتون توپله لاغرش کنید لاغره یه مقدار توپلترش کنید چشتون رو کوچولو کنید بزرگ کنید و همه اینا همیشه اتون باشه همه همون که همیشه گفتم همه این کارا توی فتوشاپ کامپیوتر و لپتاپ بسیار حرفه‌ای تر انجام میشن در یک لول بسیار حرفه‌ای یعنی کسی که فیلم برداره عروسیه یا کسی که ادیتور حرفه‌ای کاره تدوینای خفن میکنه هیچ وقت با گوشی این کارو نمیکنه ولی ما آموزشمون الان با گوشی یعنی قرار بهترین اپلیکیشنی که این کار برای موبایل انجام میده برای ما توی موبایل انجام میده رو بهتون بگیم پس اول با موبایلشو بدونید کارتون رو انجام بدین و اگر خواستین از این کار کسب درآمد کنین برید سمت عکاسی با دوربین و ادیت با کامپیوتر با یا لپتاپ ولی نه مثلا یک کسی هستین که دوست دارین که عکس خودتون رو پست کنید یا مثلا استوری بذارین و میخواین در عین حال عکستون یه خورده خوشگل کنید خیلی مهم نیست که نمیخواید سراغ لپتاپ و اینا برید میخواین با موبایل خیلی سریع این رو انجام بدین و یه عکس خوشگل بذارین من همیشه برای تمام ادیت ها اینو بهتون میگم که ادیت هر هر عکسی ادیت میخواد این از این یعنی هر کسی که عکسی رو میگیره ادیت میخواد برای اینکه هر عکسی رو با بهترین عکاس دنیا با بهترین دوربین هم عکس خام جایی پست نمیکنه عکس ها همش یه مقداری تنظیم نور و رنگ و این داستان همه چی دارن پس شما نگران ادیت نباشین فقط تو ادیت همونطور که همیشه بهتون گفتم اگر آموزش های قبلی رو دیده باشین یا آموزش های منو کلا دیده باشین میگم هر چیزی رو طبیعیشو برین جلو برای اینکه واقعا یه عکس خیلی طبیعی بیشتر مخاطب رو جذب میکنه تا اینکه همه چی رو مصنوعی کنید کلا هر چیزی مصنوعیش دیگه واقعا دلو میزنه نکنید این کارو چند وقته که برای گوشی ها برنامه فتوشاپ اومده بسیار جذاب یعنی هر موبایلی که داشته باشین میتونیم بریم براش فتوشاپ موبایل رو نصب کنید با امکاناتی بسیار محدود بسیار محدود که نه حالا الان میریم بهتون نشون میدم فضاشو فتوشاپ موبایل داریم که به بزرگی و عظمت فتوشاپ کامپیوتر و لپتاپ نیست ولی با فتوشاپ گوشی هم میتونی صورتتون رو روتوش کنی خب من لوگوشو براتون میذارم یه جای این بر یا این بر نمیدونم پی اس اکسپرس براتون میاد وقتی اپلیکیشن رو نصب میکنید یک اپلیکیشن این شکلیه که به این شکله حالا توی اپستورتون استورتون یا گوگل پلیتون بنویسید که فتوشاپ دیگه میاد بزنید روش بازش کنید نکته مهم بچه ها قبل از این برم وارد برنامه بهتون بگم که کسایی که با نصب یک برنامه مشکل دارین اول توی اپستورتون و گوگل پلیتون بزنید اگر نبود برید توی گوگل گوگلی که سرچ میکنید بنویسید دانلود برنامه فوتوشاپ موبایل میاره براتون ورژن آیفونشو و ورژن اندرویدش از اونجا دانلود کنید نکته دوم پیش نیاز نصب خیلی از برنامه ها و اپلیکیشن هایی که باش ادیت میکنید یک ایمیل یا جیمیله پس یادتون باشه یه دونه ایمیل باید داشته باشین و نکته مهمتر اینه که از الان به بعد هر اپلیکیشنی که نتونستین نصب کنید با فیلتر شکن برید خواستیم بازش کنیم با فیلتر شکن برید اگر خواستیم باز کنید ارور داد نوشت که رو دستگاه شما کار نمیکنه فیلتر شکنتون رو عوض کنید از یه سرور دیگه استفاده کنید مسئله الان ما اینه که به این اپلیکیشن ها نمیدونم ما اونا رو تحریم کردیم یا اونا ما رو تحریم کردن به هر حال با فیلتر شکم باید این کار رو انجام بدیم پس تمام اپلیکیشن های ادیت هم این روزا با فیلتر شکن باید وارد چی نشی گزینه ها رو برات نمیاره بعد از اینکه وارد شدی حالا من چون نصب دارم و خیلی قبلتر تر نصب کرده بودم الان اون صفحه نیست که بهتون بگم 100 درصد مثل تمام اپلیکیشن های دیگه میگه که ایمیل تو وارد کن یا شماره تو بده بچه شماره تو ندید چون ما برامون بعد اس بیاد که مثلا اس ها رو وارد کنیم یه ایمیل بدین آدرس ایمیل بدین پسوردم بنویسین اکانت بسازین وارد برنامه بشین پس دیدم که خیلی سوال میکنید من فلان با اپلیکیشن نمیتونم دانلود کنم چجوری باید نصبش کنم هیچ چی شما باید این اپلیکیشن رو دانلود کنید بیاید تو گوشیتون روش بزنید بعد از اینکه زدیم با فیلتر شکم وارد بشین و یه ایمیل وارد کنید و ساینین رو بزنید و برید داخل خب وارد برنامه شدیم اینجا از نوار بالا میبینید که فوتو ادیتور داره میتونی ادیت عکس تو ادیت کنی کم و زیاد کنی رنگ و نورا رو هر کاری که دوست داری انجام بدی کناریش فیس ری تاچه. کاری که ما الان میخوایم انجام بدیم کناری ویدئوه و خیلی گزینه های دیگه و الان ما قرار تخصصی راجع به فیس ری صحبت کنیم روتوش صورت پس قرار شد از قسمت فیس ری تاچه. برنامه فتوشاپ موبایل بریم با هم عکس صورتمون رو روتوش کنیم خب بعد از اینکه عکستون رو انتخاب کردین اون عکسی که قرار روش کار کنید میای اینجا ببینید که یه منو این پایینه که ما قراره از طریق منوی پایین بیایم و صورتمون رو درست کنیم هر که دوست داریم خب بچه ها اینجا صورت من رو نگاه کنید اگر من اسموتر رو بزنم میبینید که یه هو پوست من چقدر خوب شد برمیگردم قبل یعنی کمش میکنم ببینید پوستم چی بود حالا چی شد؟ فقط یه لحظه دقت کنید. پوست منو شکار کرد. این از این. با گزینه بعدیش کاری نداریم. میام کنارش فیس. اینجا اندازه و بالا پایین بودن لب، فاصله ابرو با چش، اینا همه رو میتونید تنظیم کنید. فقط یادتون باشه از هایی استفاده کنید مثل همیشه تو برنامه هایی که گزینه‌های پولی هم دارن. که ستاره و تاج و اینا ندارن چون بعد اونا رو بریم بخریم ولی اینجا انقدر گزینه رایگان براتون داره که کارتون کامل را میفته میگه که پهنای صورتتون چه باشه ببینید این صورت ها اینجوری پهن میکنه به این سمت میرین به این سمت که میای صورتتون لاغر میشه میتونین برای کسایی که فکر میکنن صورتشون پهنه اینجا یه مقدار کوچولوش کنن خب گزینه های بعدی پولیه میرسیم به اسمایل خنده رو میگه جمع جور کنیم یا زیادش کنیم خب فقط بازم بهتون میگم زیاد کاری نکنید که غیر طبیعی شه گزینه بعدی نوز بینی بینی رو برد بالا بینی رو برد پایین نظر من اینجا خوبه آیز میبینید که در مورد چشم فقط گزینه اولش رایگانه آیز چشم ها کوچیک میشه و چشم ها درشت میشه گزینه بعدی کانتوره چونه چونه رو برد بالا چونه رو برد پایین تو نوار پایین میریم قسمت تاچاپ از قسمت دندون ها میتونیم دندونمون رو سفید کنیم من دندونی ندارم که دیده بشه ولی گزینه دندون سفید کردنم خیلی جذابه خیلی سراغش دنبالشن میریم قسمت میکاپ میبینیم که رنگ رژمون عوض میکنه این گزینه رو من خیلی دوست دارم فقط یادتون باشه تا اینجاش پولی رایگان بقیهش رو باید پول بدین ستاره داره رایگاناش اینا هن. خب سایه چشمم داریم گزینه بعدی ریشیپه که مثلا یه جایی رو انتخاب میکنید یه نقطه ای رو میتونید خودتون خیلی برای اندامشون این کارو میکنن ولی روی صورت میتونید تخصصی یه جایی رو مثلا فکر کنید که میخواین چونتون یه خورده بیارین پایین تر این کارو میتونید انجام بدین با دست از قسمت ریشیپ گزینه بعدی درایه که میتونید روی عکستون نقاشی بکشید اینطوری که ما اینو لازم نداریم فقط خواستم بهتون نشون بدم گزینه کناریش هم کاریکاتوره که میتونید صورت خودتون رو به هر کاریکاتوری که دوست دارین تبدیل کنید دو سه تا بیشتر رایگان نداره بقیهش پولیه که البته اصلا این اپلیکیشن برای درست کردن کاریکاتور و شکلای اینجوری نیست پس تو این اپلیکیشن سه تا قسمت برای درست کردن و ادیت اجزای صورتمون و پوستمون و روتوش صورتمون وجود داره که یکیش فیسه اون یکی تاچاپه بعدم میکاپه این سه تا رو خیلی میتونید استفاده کنید و اپلیکیشنی که اگر توش یه مقدار طبیعی و با حوصله کار کنید عکستون خیلی طبیعی میشه اصلا کسی نمیفهمه که شما رفتین روی پوست و رو صورتتون کار کردین نکته بعدی اینه که تمام کارمون که انجام دادیم از اون بالا گزینه سیو میزنیم اگر دیدین سیو نمیشه برای اینه که شما رفتین یه دونه از اون گزینه های پولی و ستاره دار رو استفاده کردین پس یادتون باشه از گزینه های رایگان استفاده کنید که بعدا عکستون رو وقتی این بالا میزنید راحت سیف کنه توی گالریتون اینم از این بهترین اپلیکیشن روتوش پوستتون و ادیت اجزای صورتتون